یو بچه ها چطوری؟ همین دفعه هم به چنل من خوش اومدید. آقا طبق درخواستای زیادتون همه تون میگفتین آموزش تکچه، آموزش تکچه، آموزش تکچه. خب میگیریمش، مشکلی نیست، لیتس گو. برای وکس تکچرخ های مختلفی وجود داره، مثل اینا. کلی حرکت های دیگه هم هست که نمیشه تو این ویدیو گنجوندش، ولی ما الان میخوایم فقط آموزش اینو یاد بگیریم. یا حالا یکم سرعتی تر مثل این. برو بچه چه چیزهایی تو تک چرخ مهمه؟ ترمز یکی از آیتم های خیلی مهمه. ترمزاتون روغنی باشه 100% بهتره. یکی از آیتم های دیگه اینه که باید شانژمان تنظیم باشه، اینا صاف نباشن، اینو زنجیر، اینا خراب شده باشن دیگه وقتی میخوای یه دفعه تک چرخ بزنی میفته و اذیتتون میکنه دیگه. چیز دیگه ای که مهمه نظم چرخ هست، سبک باشه عادتا بهتره. ببینید بچه ها، زینم مهمه ولی برای تک چرخ های معمولی زیاد مهم نیست، مثل برای یه پاروزین و جفت پاروزین و اینجوری چیزا باید زینتون اینجوری رو به پایین باشه. میبینین شیبو؟ رکاب هم یکی از آیتم های مهمه. الان این رکاب خیلی عالیه، چون نگاه کنین آجداره، آهنی هم هست، اینجوری پاتون سر نمیخوره. کمک فنر هم میشه گفت. بکس این آیتم های ضروریه، اگه هم نبود هیچ اهمیتی نداره، واقعا لازم نیست، ولی باشه خیلی بهتر میشه دیگه. بریم برای شروع. بکس برای اوایل شروع کن دنده رو تو سبک ترین حالت میزنیم. الان من نگاه کنیم، من دارم میزنم توی یک، حالا من میزنم روی دو چون یکی این بیزاره مشکل داره، این یکی هم دوباره میزنیم روی یک. اولین مرحله بلند کردن دوچرخه است. برای وکس برای بالا آوردن دوچرخه باید حتما دست و پاهاتون هماهنگ باشه. حالا بهتون میگم چی. برای وکس این حرکت رو ببینید، به این میگن شارژ کردن رکاب دوچرخه. شارژ میکنیم دوچرخه رو میاریم بالا. حالا موقع شارژ کردن همزمان دستمون رو میکشیم بالا، دقت کنید، یه بار دیگه. حالا همین کار رو روی دوچرخه انجام میدیم دیگه، پیاده نباید بشه، یه ذره باید سرعتمون رو زیاد کنیم. شارژ رو عقب، همین. این تمرین برای بلند کردن دوچرخه و هماهنگی دست و پاست عالیه. سعی کنید این حرکت رو زیاد انجام بدین تا شروع کار قشنگ دستتون بیاد. مرحله اول به پایان رسید. بچه‌ها ترمز، ترمز یکی از اصلی ترین چیزاست. چی از حالا نگاه کنید. وقتی دوچرخه میخواد برگرده روتون به این صورت. فکر همینجوری. نگاه کنید. ترمز میاد پایین. حالا ببین تو حرکت انجام شده. ترمز. این حرکت رو باید خیلی تمرین کنیم بچه ها، چون ترمز خیلی مهمه. بچه ها این تمرین برای اینه که دوچرخه بر نگرده روتون و داغون شین. هر وقت دوچرخه از یه حالتی بیشتر سیخ شد یه ترمز ریز. بچه ها روی تکچرخ همیشه باید اینجوری باشه دستمون، همیشه، مثلا اینجوری. اگه هم ترمزتون صفر اینجوری نمیگیره، دوتا دیگه تهشه. بچه ها تا اینجای کارو بلدیم، چجوری نگهش داریم؟ با بچه ها حالا رکابو شارژ میکنیم ولی ترمز هم هست. هر وقت میخواست برگرده ترمز رکاب، ترمز رکاب. اگه در سرعتتون یه مقداری به این بار در با سرعت کم جوابگو نیست حقیقت. حالا دوچرخه بلند شده، شما این تک چرخ میزنید، همینجوری این وسط های راه ترمزهای خیلی آروم میزنید وقتی اسم میکنید دوچرخه داره برمیگرده. واقعا تکچرخ به همین راحتیه. حالا بعضی ها چیزهای دیگه مشکل دارن، مثلا در حال تکچرخ خیلی اینور اونور میشه دوچرخه، یا میخواد کج بشه یا رو به این طرف بیفته، اینا همش حستونه. حالا بهتون میگم بچه‌هایی که حس میکنن دوچرخه‌شون هی اینور اونور میشه، باید فرمون رو صفر بگیرن، صفر بگیرن، رو به عقب هم نکنن کلا، اصلا هر تک جاست این نباید فرمون رو به عقب بکشه، بعد فرمون رو به بالا بگیره. اینطوری نگاه کن، قشنگ دقت کن. من موقع تک جا یه دونه شار رو به بالا، فشار رو به بالا بکنه.
تک چرخ هم نباید هیچ فشاری به دستا بیاد، باید فقط با رکاب زدن باشه، رکاب زدن و ترمز. حالا بچه این چیزی که میگین این و اون بر میخوان بیافتیم، یکی از چیزا خیلی لاستیکه، لاستیک کمباد اصلا نمیشه، لاستیک پر باد هم بازم اونم میشه ها، ولی ضعیف‌تر میشه، یه چیز متوسط باش. الان این لاستیک عالیه، بیا اینجا نسبت به وزن من این عالیه. بچه ها یه نکته دیگه ای که هست اینه، هر چقدر سرعتتون بالا باشه تک چرخ راحت تره، ولی البته برای سرعت بالا تک چرخ زدن حتما باید ترمز رو یاد گرفته باشید، ترمز رو زیاد تمرین کنید. بچه یه چیزی میگم، همه حرکت های روشن، همه حرکت ها فقط با ایشونه، فقط با این ترمز. این موتور نیست که بعضی حرکت ها اصلا ترمز نداشته باشه، فقط باید گاز بدی. برای عکسی که تا اینجا بلدن تک چرخ با ترمز و فولن، میریم سراغ خلاصی. خلاصی چی هست؟ برو بکس، خلاصی هم دقیقا اینه تک چرخ قبلی باید بلند کنیم و رکاب بزنیم، فقط اوایلشه ها، اینو بگم. برو بکس یه نقطه ای که داره خلاصی، وقتی تو چرخه رو بلند میکنیم باید یه ذره از حالت معمولی بیشتر رو چرخه رو سیخ کنیم یکم. بچه ها تو این حرکت باید ترمز زدن تو خیلی سریع تر از تک چرخ عادی باشه، به این صورت که دو چرخه در حال برگشتنه و تو تونتون با ترمز زدن برگشتنش رو به تعویق میندازی، و اینکه ترمز زدن تو باید خیلی نرم باشه و اصلا نباید فشار به ترمز بیارین. برعکس هر چقدر سرعتتون بیشتر باشه خلاصی بیشتر راحت تری میزنید، و در آخر که فول آپشن شدین با تموم سرعت شروع میکنیم به تک چرخ زدن. رفت با سرعت نور بیاد، نمیری، خداحافظ. برو بکس هر چقدر سرعتتون بیشتر باشه واکنش ترمز زدنتون باید خیلی سریع‌تر بشه. برو بکس یادتون باشه تمام نکات ایمنی رو راحت کنی، اگه میتونین کلاه ایمنی بذارین، زانوبند و اینجور چیزا، و حتما یه جای خلوت پیدا کنین. برو بکس واقعا تک چرخ هیچی نداره، تک چرخ خیلی راحته، همینه. ولی حالا هر مشکلی هر چی دارین تو کامنت ها بپرسین، همه رو جواب میدم بدون استثنا هر چی بپرسین. و اینکه تشکر از اسپانسر این برنامه که این دو چرخه رو در اختیار ما گذاشت، آقا امیر سابسکرایبش کنی. برای بکس اگر میخواین آموزش های تک چرخمون ادامه دار باشه و چیزهای دیگه یاد بدیم مثل اینا، لایک کنین که من بدونم خوشتون اومده، و آموزش های تک چرخ رو یواش یواش اضافه کنیم، هفته یه دفعه حالا بذاریم. آره دیگه، بعد در آخر لایک کامنت سافر رو میشنم که چشیم.